سلام دوستان و همراهان گرامی کانال بروسترین در این ویدیو با سبزیجات چاق کننده آشنا خواهیم شد و قبل از دیدن این ویدیو از کانال بروسترین حتما این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید همه سبزیجات مانند هم نیستند و از نظر ترکیبات و تاثیرات بعدیشان بر بدن هم برابری نمی کنند تأثیری که سبزیجات بر وزن بدن هم میگذارد با هم متفاوت است. شاید تصور کنید که رژیم غذایی که درون آن فقط از سبزیجات استفاده شود بدون شک به کم کردن وزنتان کمک می کند و به هر میزانی که آنها را مصرف کنید تغییری در افزایش وزن شما ایجاد نمی کند. ولی بهتر است قبل از آن که تصمیم جدی برای شروع رژیم غذایی جدید داشته باشید اطلاعات کافی در مورد سبزیجات چاق کننده به دست آورید. سیب زمینی سیب زمینی یکی از سیفیجات چند کاره در رژیم غذایی است که با دستور پختهای مختلف مورد مصرف قرار میگیرد. گیرد. می توان سیب زمینی را به صورت پوره، سرخ شده، چیپس های نمکی و یا حتی پز مصرف کرد. شکی نداریم که سیب زمینی از سبزی و سیفیجات خوشتم است. هویج اگر تصور می کنید که خوردن هر اندازه از هویج به کم کردن وزن شما کمک می کند، باید بگوییم که در اشتباه هستید. در بین دیگر سبزیجات به دلیل میزان قندی که در هویج وجود دارد، اگر آن را بیش از حد مصرف کنید، می تواند باعث چاقی شود. قند هویج ساکاروز است. بنابراین جزو سبزیجاتی دسته بندی شده است که خوردن آن میتواند موجب اضافه وزن شود. کدو تنبل قند بدترین ماده است که در زمان رژیم لاغری باید از آن دوری کرد. پس باید در رژیم غذایی به سراغ سبزیجات دارای قند کم بروید. کدو تنبل قند کمی دارد، اما برخی روش های پخت آن مانند پخت با شکر کالری زیادی را وارد بدن می کند. زررت. اگر می وزنتان را کم کنید، باید مصرف ذرت را از رژیم غذایی خود حذف کنید. ذرت شیرین از جمله سبزیجات چاخ کننده خوشمزه است ولی شیرینی آن درست به معنای قند است همان فاکتوری که باعث افزایش وزن می شود همه ای ما می دانیم که نشاسته عامل افزایش وزن است نشاسته ذرت به ذخیره چربی در بدن کمک کرده و وزنتان را اضافه می کند نخود فرنگی نخودفرنگی در بین سبزیجات طرفدار زیادی ندارد و خصوصا کودکان ترجیح می دهند تا حد ممکن از خوردن آن تفره روند. نخودفرنگی دارای مواد و ترکیبات مغذی بسیاری است که مورد نیاز بدن قرار می گیرد. البته میزان بالای کربوهیدرات و کالری در نخودفرنگی باعث می شود که در مصرف آن احتیاط بیشتری رعایت شود. در واقع در سبزیجاتی که دارای نشاسته هستند، حجم مصرفی باید به درستی انتخاب شود و مانند دیگر غذاهای دارای کربوهیدرات میزان آن مد نظر قرار گیرد. چغندر و لبو چغندر یکی دیگر از سبزیجات ریشه است که میزان زیادی کربوهیدرات، نشاسته و قند دارد. به دلیل اینکه بدن قند را به سرعت جذب می کند، سطح قند خون بالا می رود و منجر به پاسخ متابولیکی می شود که می تواند زخایر چربی و افزایش وزن را تحریک کند. چغندر و لبو جزو سبزیجات چاق کننده معروف هستند. امیدوارم که این مطالب برای شما مفید بوده باشد و از این که تا پایان با ما همراه بودید سپاس گذاریم. لطفا کانال بروزترین رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.